اوکی، بس داشتم در مورد حقنا صد ارخه میاد میگرفتیم، این رو ادامه میدم. البته دفعه قبل در مورد کسی که مهمون هست یاد گرفتیم که حتی بعد از اینکه از خونه میزبانش میره بعضی وقتا نامه بفرسته، زنگ بزنه تشکر بکنه. الان صحبت میکنه در مورد gabaits.com، این زمان قدیم که خیلی شهرها کوچولو بودن یا دهکده خیلی کوچیک بود، اون موقع روی هر شهری اگر فرض کنیم مهمونی فقیری میومد، یک نفر بهش میگفتن گبایت ستاکا. دیگه از زمان میدیم میشنا و گماره این همیشه بوده، از قبلش حتی بهش گفتن گبای صداقا، که مسئولیت ایشون میشد که مهمونا رو کجا بذارن، توی خونه بذارن، توی هتل بذارن، هر کسی کدوم خونه بره برای زمانی که توی شهر یا دهکده وارد میشه. سانه اینجا راجبه قوانینی که یک گبای صداقه داره صحبت میکنه، میگه و گم الگبای صداقه خیو و رمیا، میگه این وظیفه اون گبای مسئول صداقه هست، لیفکوخ اینه ملا ارخیم، اگر کسی رو مسئول کردن این باید چشماش باز باشه ببینه برای مثال چه موقعی مهمون جدیدی یک مسافری در داخل شهر میاد. اولفی مشو آدم، میگه بر طبق درجه و شخصیت اون آدمیزاد یی تنلو ما دور لفی که و دو، میگه بهش مکانی بده که کجا باشه برای اون هفته یا شبات. میبنه هایر خوز خلیلا، میگه و میگه اسمای مردمان شهر رو داشته باشه که روتیشن بگیرن، مثلا یه بار خونه این شخص، یه دفعه دیگه خونه شخص دیگه. یکی از نکته که اینجا میفرشیم پلیوست توضیح میدم، میگه منظورش چیه؟ بر طبق کاود آدمیزاد تو خونه بذار که بر طبق کاودش باشه. این اگر آدم فقیرتری هست که خونه ای بذار که اینقدر ثروتمند نیست صاحبش، اگر آدم با شخصیت خونه ثروتمندتر بذار. چجب دارم فرق میذارم بینشون. ثبتی میگم این زیر توضیح میده، میگه آدمی که خیلی فقیر هست اگر خونه آدم ثروتمند بذاره خجالت زده میشه، گناه من میگم بارو خشم اشاره که چون فقیر نیست من احساسات رو نمی کنیم، ولی دقت بکن اصلا خودش شرمنده میشن و در یک خونه خیلی بزرگی میذارن. سو زمانی که مقدار خونه ساده تری باشه بیشتر احساس راحتی میکنه، ولی اگر آدمی باشه که خیلی با شخصیت و آره به ثروتمنده، موقع براش رنجاور اگر در خونه ساده ای بره. سو برای هر کسی میدونی بر طبق رفاه و راحتیشون باید براشون مکان رو انتخاب بکنه. اون میشه این نوت نیملو بلا بعید، میگه فرض بکن اگر توی شهری باشه که مردم مهمون دعوت نمیکنن، میگه تو باشه قبلا گفتیم با اینکه یک نفر مهمون رو دعوت میکنه ولی خطراتی هم هست، یه دفعه مرد بیگانه که اصلا نمیشناسه، به خصوص اگر توی خونه زن و بچه‌ش هم باشن دیگه مقدار میدونه این حساس‌تر و خطرناک‌تر میشه. میگه اگر چنین رسمی هست که به خاطر این دلایل کسی خونش آدمی رو که نمیشناسه، بیگانه رو دعوت نمیکنه، اون موقع وظیفه گبای صداقا چی هست؟ سو میگه و نوت نیم بیت مالون مینکال، میگه اون موقع یک هتل یا هر نوع کاروانسرا هر چی که هست یا موتلی رو که مخارجش رو شهر میدن به این معنی که برای فقیرا مقداری پول جمع میکردن هر دفعه، سو موقع اگر کسی مکانی برای خواب احتیاج داشت اون هتل میذاشتن، میگه این کارو بکنه که مینک به هر به مکموت. تا خیلی جالبه که مینویسه میگه این رسم خیلی مکانا هست توی که پیدرسش از زمان پلیویت خیلی وقت برای مهمون ها یا کسانی که مسافر بودن توی هتل یا موتل براشون جا انتخاب میکردن. و اضافه میکنه رو میبرش توی هتل یا خین و هبیت، میگه جور این اتاق رو براش آماده بکنن شیه توف بیت مشرف لیمو تخورف، که برای زمانهای سخت زمستون هم مناسب باشه، بدون بخاری نباشه اونجا. It's amazing که دقیقا چطور میگه کس که گبای صداقا هست، این نیست که فقط بگم برو اینجا بخواب دیگه زیادیت هم هست، نو میگه باید همه احتیاجات رو فراهم بکنن که حتی برای زمستون هم اینی سرماش نباشه اونجا. دیاخین و شام کاری مکسات رو میگه دیگه بالشت و نمیدونم دوشک و لحاف هم اینجا باشه و فیلو میلیم تون. حالا این دور زمانه انگار ما بالشتامونو با پر پر میکنیم دیگه، نه چیز دیگه هم اومده، ما که ایران بودیم پراش میومد بیرون تو گوشمون میرفت بعضی وقتا. این دور زمانه خیلی چیزا بهتری رو میذارن، انگار زمان قدیم اگر واقعا فقیر بودن کاه و یونجه میذاشتن توی بالشتشون، تون میشه کاه و یونجه. میگه تا اگرم بالشتی هست که خیلی ساده است حداقل براش تهیه بکنن اوکله بیت هنیسراخیم، میگه همینطور ظرف و ظروفی که بتون استفاده بکنه. آبیستی ما داریم راجبه یک موقعیتی که آدماش مذهبی هستن کاشر هستن، سو زمانی که مهمونه میاد اول سیمین بیسیک هلاخا کشوت و بلده، سو جوری که پیدست توی خونه ها
مقداری لیوان و دیگ و اینا میذاشتن که غذا رو بپزه اونجا. و فیلو کرخرس میگه تگن هم ظرفا ظرفای سفالیه که ساده است. سو داره به طور کلی میگه همه چیزهای رفاهی این شخص رو که اگر توی هتل میرن یا موتل میخوابن که دیگه خودش باید تکر خودشو بکنه، میزبانی نیست که براش غذا تهیه بکنه، باید همه احتیاجاتشو فراهم بکنه. میشه مثل دنیا که یه وکیشن پلیس ها که میریم دیگه آشپزخونه داره، یخچال داره، همه چی داره، میگه براش تهیه بکنیم. میگه ویتون لاه مزونوته ام دی سی پوکام دوور یوم به یوم و به سبه پانیم یا فوت. میگه کس که گبای صداقه هست باید هر روز احتیاجات روزانه شون رو تهیه بکنه و با لبخند نه با اخم کردن. بعد میگه اومد تو لیتن لاهم بلبید لپا خود میشباد لشباد. سو نکته رو که میگه، میگه فرض بکنین اینها که گفتیم خونه شون مهمونی رو دعوت نمی کنن، باید توی هتل باشن. سو زمانی که به شبات میرسه آدم تنها باشه خیلی بدجوره. روز هفته اوکی کار میکنه، هر باره بریز، روز هفته معمولا همه خانواده دور هم دیگه نیستن، ولی وقتی شبات و شبات میشه دور هم دیگه میشینن. سو میگه اگر میتونه روزا شبات براشون مکانی تهیه بکنه که برن غذا بخورن. سو از این طریق تمام هفته خونه کسی نیستن بخوابن که باعث ناراحتی اون میزبان زن و شوهر بشه. سو روز شبات هم فکر کنم جوری که شون توضیح میدن تو همون هتل میخوابه، ولی بعد از غذا خوردن حداقل جای دعوت میشه که احساس تنهایی روز شبات نکنه. سو این وظیفه گفتیم گبای صداقه است که براشون خونه پیدا بکنه یا توی هتل بذاره. حالا زمانی که دارن از شهر میرن بیرون، وظیفه گبای صداقه چی است؟ یادتون باشه قبلا خوندیم که یک میزبان مقداری بهش غذا بده برایش سر راه داشته باشه. حالا اینجا که توی خونه نمیرن، توی هتل میخوابن و گبای صداقه مسئوله، میگه او بد ناس ام، میگه زمانی که از این شهر میرم به یک شهر دیگه، یت ناهم صیدا لدرخ، میگه بهشون غذا بده برای راهشون، لفی مشهو آدم، اولا بستگی داره که چه جور آدمی هست، چه جور غذایی میخواد، و فی خود تکال، همینطور بر طبق ثروت جماعت. میگه موقع یک باره به شهری که مردمش ثروتمند زیادن، خیلی هم پول میدن برای فقیرها، یه موقع هستش که نه به اون صورت پول ندارن، صحبت به طور مناسب تقسیم بکنه. میگه ولو یک مت هربه، خیلی هم خسیس بازی در نیاره. حالا چرا خسیس بازی در بیاره؟ اینجا به فرشم پلیوت میگم، چون شاید گبای صداکا فکر بکنین این که داره میره توی شهر دیگه، سو زمانی که به یک شهر دیگه میرسه اونجا بهش پول میدن و غذا میدن، برای چی من بهش بدم اینجا؟ اینجا توی شهر بهش دادیم، حالا توی راه یه ذره کمتر میدم تا میرسه شهر دیگه، به اندازه کافی مردم بهش کمک میکنن. میگه این کارو نکنه. دلیلش هم چیه؟ سو به فرشم پلیوت سوزی میدن، میگه جزوی از حخناست ارخیم فقط این نیست که زمانی که در خونه تو هست بهش غذا رو بده، جزوی از حخناست ارخیم اینه که برای راه هم بهش غذا رو بدن. و این توستیم، یعنی جزوی از حلاخه هست، جوری که مفارشیمش توضیح میدن. میگه و نگو میره تو شهر دیگه پول میگیره، میگه منز کافی بهش بدین، چون این جزوی از حخناست ارخیمه. و اضافه میکنه که به غیر از اون شریزه خوت ولولو، معمولا آدم که گناهی میکنه یه چیزی گیرش میاد، یعنی آدم که خودشو گول میزنه چرا گناه رو میکنه؟ میگه حداقل یک منفعت فوری برای من داره. میگه گبای صداقه که به این پول نمیده چی گیرش میاد؟ پولا رو که برای خودش نگه نمیداره، برای فقیرای دیگه میذاره. میگه پس چرا گناهکار بشی، به خصوص زمانی که گناهی میکنی که یک سنت هم برای تو منفعت نداره؟ میگن اگرم داشت نباید گناه رو میکرد، ولی یه تو داره میگه که چیزی گیره تو نمیاد، خود دیگه کمکش بکن که گناهکار نشی. میگه لاخن یه خلکل دوارا به میشپاد، میگه بنابراین میگه با زبون خوش باشون صحبت بکنه، به فیستان بیدواریم تویم لیکوت هشم. میگه زمانی که با زبون خوش با یک آدم فقیر صحبت میکنن دارن به هشم کابود میدن. حالا چطور ربطه؟ واقعا خیلی جالب میگه، یعنی چی من با آدم فقیر با زبون خوش صحبت میکنم، بهش کمک میکنم، چطور این به کابود هشم اضافه میکنه؟ از اونجا پاسیک رو میاره از تهیلیم که داوید الملک میگه کیمود لیمین اویون، میگه خداوند در سمت راست آدم فقیر همیشه ایستاده. اینو دیگه هیچ وقت راجبش فکر نکرده بودم. سو اگر خدا بغل دستش هست وقتی به آدم فقیر کمک میکنیم، بهش هم داره کاوت میده که سمت راست آدم فقیر ایستاده. very interesting point، خیلی جالب اینو توضیح میده. این از این نظر که میگه بهش هم داریم کاوت میدیم، بعد اضافه میکنه که باید خیلی حساس باشیم به مشکلایی که آدمای فقیر دارن. منظور چیه؟ میگه و دیان لاهم، میگه کافیه
برای آدم فقیر چاراتام این مشکلایی که دارن، نه خرجی دارن، شمنو دیدیم للخم، به خصوص از یه شهر به شهر دیگه میرن که خرجشون در بیاد، و هم املالیم، آدم خیلی بیچاره و نیتکاییم، فقط شکسته هستن. چون میگه زمانی که باید این خیلی وقتا این مشکله، این موقع هستش که بعضی وقتا امکان داره آدم فقیر 10 دفعه بیاد، سو دفعه اول، دوم، سوم، چهارم کمک میکنیم، بعد از اون متاسفانه امکان داره که احساس بکنیم که دیگه یه رنجی شدن برامون، دیگه چند دفعه میای. سو میگه نه، اینطور احساس نکنه. میگم این که اینها میدونن موقعیتشون خیلی سخته و واقعا رنج میکشن، خود این بندازه کافی رنج و شرمندگی براشون هست. سو بنابراین تا اونجا که میتونیم کمکشون بکنیم. میگه و خالص تو با ایمایم ایمالوکیم هست. میگه هر کسی که به آدم فقیر کمک میکنه داره به خداوند کمک میکنه. خیلی حرف سنگینی شد. میگیم خداوند محتاج هیچی نیست، ولی با این حال زمانی که به آدم فقیر کمک میکنه مثل اینی که به خداوند کمک کردیم. میگه یک جای دیگه هم در کتاب خسیدوت میگه، میگه زمانی که به آدم فقیر کمک میکنه اون موقع بین خدا و آدم فقیر صلح درست میشه. یعنی چی؟ چون میدونی آدم فقیر طبق افکار ما نیست که فکر بکنیم بله یه گناهی کرده که فقیر در اومده. خیلی وقتا اینطور نیست. توی برای مثال کتابش رو اتفاقا توی مثل اشاره میاد گرفتیم، هر آدمیزاد یک امتحان دیگه رو داره. یه بار خداوند یه نفر رو ثروتمند میآفرینه، نه اینکه صدیقه، چون قسمت زندگیش اینه که ببینه آیا خسیسه یا رحم میکنه به دیگران، چون این قسمتش، این چی میگن، امتحان این شخصه. یه نفر فقیر به دنیا میاد نه به خاطر اینکه گناهکاره، بلکه خدا میخواد ببینه تا چه حد ایمان داره که دست به دزدی نزنه. رایت؟ سو موقع زمانی که یه نفر فقیر هست به خدا گله داره، میگه اوکی چرا منو فقیر آفریدی، یه نفر دیگه باید فقیر باشه. سو گله داره بر ضد خدا. زمانی که آدم ثروتمندی کمکش میکنه دیگه گلهش برمیگرده، دیگه گله ای نداره، یا حداقل ساکت‌تر میشه، میگه خدا رو شکر روزی من در اومد. سو زمانی که میگن یک آدمیزاد به یک فقیر کمک میکنه، میگه اوسه شالوم، صلح درست کرده بین خدا و اون آدم فقیر. شاید یکی از توضیحی که میگه مثل اینکه داره به خدا کمک میکنه، وظیفه خدا است که بهشون کمک بکنه. حالا جور دیگه هم میتونیم توضیح بدیم. با ربی اکی و به یکی از سران رومی میگه، البته از ربی اکی با پرسیده بود، میگه اگر خدا فقیرها رو دوست داره چرا خودش بهشون کمک نمیکنه؟ right. سر ربی اکی با جواب میده رایت وسیله از یکی دیگه هم که بره. سر وکی با جوابشو میده. چه میخواد که وسیله داشته باشه که به این کمک. رایت، خب چرا خدا این رو میخواد؟ سر وکی با جواب داد، گفت خداوند میخواد که به ما زخوت بده. خودش بده میتونه بده، بنوقه ما زخوتی نداره. میخواست به ما زخوتی بده که از تنبیه گهنام نجات پیدا بکنه. این کلمه که در گماره بابا بطرا میگه. سو obviously وظیفه خدا است که بهشون بده، میخواد ما رو مزکی بکنه. تو زمانی که ما به فقیرها کمک میکنیم داریم پولا رو میدیم، پولی که خدا بعد بهشون میداد. اینا سنگسو مثل اینکه داریم به هر کدوش بارخو کمک میکنیم. به خود هم رخ مل بریوت اضافه میکنه، هر کسی که به آدم ها، حتی نه فقط آدم، بریوت میشه آفرینش خدا، شامل حیوان هم میشه، ولی obviously 100% شامل آدم ها میشه. هر کسی که رحم میکنه به آدمی زاد مرخ مال مین شمایم، میگه از آسمون هم بهش رحم میکنه. میگه زمان قدیم قبل از اینکه هلث دیپارتمنتی وجود داشته باشه، زمانی که کپاروت رو می آوردن دل و رودش رو روی پشت بونا می ریختن که پرنده ها بیان بخورن ازش. چرا این کار رو می کردن؟ میگن چون ما داریم به پرنده ها رحم می کنیم، خودم نگاه بکنه کیپور به ما رحم بکنه. یه بار در یشیوا این کار رو کردن، بعد خیلی مگس ها زیاد اومدن، هلث دیپارتمنت اومد یه دونه تیکت هم به یشیوا خواسته، دیگه بعد از اون تو یشیوا نمی کنن. دیگه بعد از اون تیه شیوا نمی کنن. ولی که زمان قدیم واقعا میگم حتی به پرنده رحم بکنی خدا هم به تو رحم میکنه، چقدر بیشتر اگر با آدمیزاد رحم بکنیم. سلطانجا وظیفه گبای صداقا رو گفت. حالا فرض بکنیم به یک آدم فقیری جوری که باید کمک بکنن کمک نکنن، آیا درسته که گله بکنه به کسی که بهش کمک کرده؟ فقط همین امیدی؟ ببین آدم ثروتمند بعد اوکی سخاوتمندانه بده، فرض کنی نداد، حالا آدم فقیر چیکار بکنه؟ تشکر بکنه یا بهش گله بکنه یا پرت بکنه توی صورتش بگه این پولت هم نمیخوام؟ سمون چی میگه؟ میگه آمنام گم ها اوره یخ، میگه کسی که مهمونه ساریخ شلو یخ بد مود یخ بید مود علاکار، میگه روی جماعت بیش از حد فشار نیاره، ولی شد به خاصکا، میگه به زور و داد و اینا ازشون اگه بیشتر کمک بکنید. من خیلی وقته هست برای مثال میگم آدم که اینجا میان کمک بگیرن
اگر تا اونجا که میتونیم وظیفه‌مون هست که کمکشون بکنیم، ولی واقعا بعضی هفته ها هست که یه دفعه ده براخا میان، همشون هم میخوان که نفری $100 بهشون بدیم، همشون هم میگن ما سالی یه بار میان، واقعا درست هم میگن سالی یه بار بیشتر نمیان، ولی شما فرض بکنید توی کنیسه که دونیشناش فقط $17-18 یا $20 $26 هست، اگه بخوام به 10 نفرشون نفری $50 هم بدیم، دفعه میشه هفته $500 که اصلا در کنیسه در نمیاد. شما ببینید بهشون هم میگیم نیستم مخیرا بکنین، شما نفر پنجم ششم هفتم هستی، تا اونجا که بتونیم کمک میکنیم. یه ده قبول میکنن، یه ده فشار میارن، نه دیگه باید بیشتر بدی، یعنی چی پارسال بیشتر دادی؟ خیلی وقتا کپی چکو میگیرن، نه واقعا میگم، میگه پارسال به من اینقدر دادی سو امسالم بده. سو اگن وظیفمون هست اگر واقعا میتونیم بهشون کمک بکنیم، ولی اینجا پلیوتس میگه نه به زور پول نگیر، الا تخنونیم یه ده براش. میگه آدمی که فقیره واقعا از ته قلب میدونیم با چی میگن زبون قلب شکستگی صحبت میکنه، به زور با کسی صحبت نمیکنه، به لب صوفی ترتس به مشنوت میگه آخر کار هر چی که بهش دادن قبول بکنه. سو این وظیفه آدم فقیر است. آدم ثروتمند تا اونجا که میتونه باید کمک بکنه، ولی کسی که فقیر هر چقدر که بشن تشکر بکنه، این معت این حربه چه کم چه زیاد یک قبول بکنه، بیوار ختکال هر چقدر که بهش پول دادن جماعت رو برخا بکنه. می هر کسی وظیفه خود رو داره. شما میگم آقا ببینید با عصبانیت نره بیرون، جماعت رو برخا بکنه، ولو یس مری و دعوا نکنه باشون، ولو یم سردین نگه خدا نکرده حوالتون با خدا باشه که من کمک نکردین. میگه حرفا رو نزنه خس به شالوم لکه وکش می شوش من خواستیم شلو. میگه تنها چیز که میتونه اینه که به خدا تفیلا بخونه، میگه خداوند جلوی من آدمی رو که میاری که ثروتمند هست ییتن بلیبام، در قلبشون بذار ندی بود لف لیتن لو، سخاوتمند بودن رو که بیشتر به من کمک بکنه. شما میگه تنها کاری که میتونه بکنه به خدا تفیلا بخونه که در قلبشون بذاره که بیشتر کمکش بکنن. امی ما کمک خیلی شخص، شما میگه خدای اگر اینجا به من کمک نشد از جای دیگه برای من کمک رو بفرست. که هر به شلوخ نمیده ماکو، میگه به خاطر اینکه خداوند نماینده های زیادی داره، اون میاد و هکل همه چیز از دست خدا میاد. خن و خواب داده یه تنشه، میگه خدا من انشاءالله دیگه گریس و همینطور کابود رو بده. لویم نتو بلا خیلی بتان کسانی که با قلب پاک جلو هشم میرن، هشم هیچ چیز رو ازشون دقت بکنین جلوگیری نمیکنه. ما بود هشم اینجا بای میسیم الان دیگه وقتم کم